به نام خداوند یکتا و بی‌نهایت مهربان و درود بر روان منجی بشریت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. دوستان نهایت عزیز، امروز درس خود اولین درس خود آغاز میکنیم از قسمت گرامر زبان انگلیسی، زبان انگلیسی، و امروز درس ما، عنوان درس ما هست زمان. در مورد زمان صحبت میکنیم و زمان چی هست و در کجا میتوانیم استفاده بکنیم. و اولین در قدم نخست میایم زمان تعریف میکنیم، زمان چی هست و در چه کاربردی در گرامر داره و در کجا میتونیم استفاده بکنیم. تعریفش برای شما نقشه میکنم که تعریفش چی هست. تعریفش tense is the form of a verb which shows when an action happened. یعنی زمان حالت یک فعلی هست. زمان حالت یک فعلی هست which shows when an action happened. یعنی نشان می دهد که در چه وقتی یک عمل انجام داده شده و یک چه وقتی یک عمل رخ داده و چه زمانی ما یک کار را انجام دادیم. این را به نام زمان میگه. به شکل خلاصه تعریف بکنیم، زمان یک حالت یک فعلی هست در نشان میتکید یک عملی را، یک کاری را، یک فعلی را چی وقت انجام دادیم، این را به نام زمان میگه. مثلا من امروز در حال رفتن به کابل هستم، یا من در حال رفتن به کابل هستم، من دیروز کابل رفتم، فردا به کابل خواهم رفت. سعی کنین این زمان هست. یک عمل را نشان میده که در چی وقتی انجام داده شد. یک عمل انجام شده را وقتش مشخص میده. مشخص میکنه که در چی وقتی این عمل انجام میشه، انجام داده شده و یا در حال انجام شدن هست. ما در زبان انگلیسی 26 زمان داریم. 26 زمان داریم. پرکاربردترین زمان در زبان انگلیسی 12 زمان هست. ما از بین 26 دانه 12 زمان می خوانیم. یعنی پرکاربردترین زمان هم 12 زمان هست. باید هر شخصی که می خواهد انگلیسی رو به شکل درست یاد بگیره، حداقل باید 12 زمان یاد داشته باشه. و 12 زمان ما، 3 زمان ما تقسیم میشه به 12 بخش. و 12 بخش ما به 2 بخش تقسیم میشه. یکی اکتیو تنسز است، یکی پسیو تنسز است. اکتیو تنسز که از زمان معروف هست، زمان معلوم هست، و پسیو تنس که زمان مجهول است. پس ما تعریفش یاد گرفتیم، بیایم به سراغ تقسیم بندی زمان. در قدم نخست ما سه زمان بر شما نقشه میکنم. این هر کدام یکی از اینها به سه بخش تقسیم میشه، به شمول خودش 4 بخش. 3 4 ما میشه 12. اولین زمان ما هست سمپل. سمپل پرزنت تنس. این سمپل پرزنت تنس زمان حال ساده هست. در مورد این زمان ها ما شما تشویش نکنید. در مورد این زمان ها در درس های بعدی در هر ویدیو به شکل مکمل و مفصل در مورد این صحبت میکنیم و درس خواهیم داد. این زمان حال ساده ما به 4 بخش، به 3 بخش دیگه هم تقسیم میشه: present, continuous, tense, present, perfect tense, present, perfect continuous tense. ببینید زمان حال ساده ما به 3 بخش دیگه هم تقسیم شد.
اگر ما این ترجمه بکنیم simple present tense زمان حال ساده، simple present continuous tense زمان حال جاری، present perfect tense زمان حال کامل، present perfect continuous tense زمان حال کامل جاری. هر در مورد هر کدام یکی از اینها در ویدیوهای بعدی در درس‌های بعدی به شکل مفصل و به شکل کامل صحبت میکنیم انشالله. من زمان دومه بر شما معرفی بکنم. simple past tense زمان دوم simple past tense است، یعنی زمان گذشته. این زمان هم به سه بخش دیگه تقسیم میشه. یکی past، continuous tense. شما میتونین به جای continuous میتونین progressive نشه کنین، میتونین progressive نشه کنین، پروگرسیو نشه کنین، مشکلی نداره، هر دویش یک چیز هست. پاست پرفکت تنس، پاست پرفکت کانتینیوس تنس. این زمان هم به شمول خودش به چهار بخش تقسیم شد. سیمپل پاست تنس زمان گذشته هسته، زمان گذشته است، past continuous tense گذشته جاری، زمان گذشته جاری، past perfect tense زمان گذشته کامل، past perfect continuous tense زمان گذشته کامل جاری. و انشالله در این مورد ما در درس‌های بعدی صحبت میکنیم. میریم به سراغ معرفی زمان سوم. simple future tense عین زمانی که ما قبلا خواندیم، عین دیگه ای هم به سه بخش دیگه تقسیم میشه. یکی است future perfect tense future perfect continuous tense. ببینین زمان آینده هم به سه بخش دیگه تقسیم شد. perfect future continuous tense زمان آینده جاری، future perfect tense آینده کامل، future perfect continuous tense آینده کامل جاری. و این بود درس امروز ما. تا درس های بعد شما را به خداوند یکتا میسپارم. انشالله در درس بعدی از زمان حال ساده شروع میکنیم و در درس بعدی در فیلم های بعدی انشالله زمان حال ساده را به شکل مفصل و شکل کامل یاد میگیریم. خدا حافظتان. به خاطر حمایت از بنده لطفاً چینل بنده را سابسکرایب کنین، لایک و با دوستانتان شریک بسازین.